همراه میشیم با همکارم کیمیا قربانی از ایتالیا. کیمیا، قانون اساسی ایتالیا در مورد نمادهایی که یادآور فاشیسم هست چی میگه و وضع حامیان موسولینی و فاشیست در این کشور الان به چه صورته؟ بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ایتالیا به این شکل درآمد که هر گونه سازماندهی مجدد حزب فاشیست و نمایش ایدئولوژی ها و تبلیغات فاشیستی ممنوع هستش. اما در همون سال، و این هم خب ممنوع دیگه، این سلام فاشیستی، اما در همون سالها حزبی تأسیس شد تحت عنوان حزب جنبش اجتماعی که گفتی، جنبش اجتماعی ایتالیا، که توسط آلمیرانته که وزیر موسولینی بود این حزب تأسیس شد و در واقع این ممنوعیت رو دور زد با ادعای اینکه این یک در واقع منش سیاسی جدید هستش. و در تمام این 78 سالی که این حزب حضور، یعنی تأسیس شده از 78 سال پیش تا الان، سه بار تغییر نام داده و یک بار که همین جنبش اجتماعی بوده و بعد میشه اتحاد ملی و بعد تبدیل میشه به حزب برادران ایتالیا، حزبی که حالا دولت رو در دست داره و همین باعث میشه که از زمانی که این حزب روی کار اومده، خب اینها دستشون بازتر باشه و فعالیت‌هایی بکنن، در حالی که خب ممنوع هست. مثلا در ایتالیا آنارشیست ممنوع نیست، اما آنارشیست‌های بسیاری هستن که در زندان هستن. یا همین چند وقت پیش در سالن اسکالا یک نفر فریاد زد زنده باد ایتالیا و یک ژورنالیست گفت زنده باد ایتالیا بدون فاشیست و پلیس سریع اومد و اون فرد رو مدرک شناساییش رو گرفت و گفت باید به ما مراجعه بکنی. این هست که منتقدین رو عصبانی می‌کنه که چطور پلیس حالا حضور نداره با اینکه این ممنوع هستش، چرا اجازه میده که این فعالیت‌ها ادامه پیدا بکنه در کشور ایتالیا. و خب این واکنش ها رو ما میبینیم. اما این مراسمی که انجام شد در واقع مربوط هست به یک مراسمی که هر سال اجرا میشه و احزاب راست و چپ با هم به خیابان میان، به اون محل میرن برای اینکه یادآور بشن که چقدر خشونت بده و چقدر مهمه که اختلاف نظر وجود داشته باشه که بشه فضای سیاسی باز باشه. اما در پایان این راهپیمایی میبینیم که خب صدها نفر میان و سلام فاشیستی میدن. حالا دولت ایتالیا باید پاسخگو باشه، باید دید که چه واکنشی نشون خواهد داد. الناز مشکرم از تو کیمیا قربانی، همکارم از ایتالیا همراه ما.